مقامات کشورهای عضو پیمان ابراهیم یعنی بحرین، امارات، مراکش، اسرائیل به علاوه مصر و هیئتی از آمریکا دوشنبه و سه‌شنبه در ابوظبی امارات در چارچوب گروه کاری نشست نقب دیدار کردند. حدود 150 مقام از این کشورها در 6 گروه کاری با هم دیدار کردند. امنیت منطقه‌ای، انرژی پاک، امنیت آب و غذا، بهداشت، گردشگری، آموزش و همزیستی. یکی از اهداف اصلی این نشست به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا گسترش همکاری و هماهنگی میان کشورها بود که به امنیت و موفقیت منطقه می انجامه. از اهداف دیگر این نشست فراهم کردن دور دوم نشست النقب در سطح وزرای خارجه به احتمال زیاد در مراکشه. مقامات وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که به صورت تلفنی برگزار شد گفتند نتایج این نشست حاصل پیمان ابراهیم و در این دیدار دو روزه تصمیم‌های سازنده‌ای گرفته شده. آلون اوشپیز مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل میگه با این نشست کشورهای منطقه با هم یک آینده امن و موفقی رو برای منطقه تضمین میکنند. مسئله فلسطین هم یکی دیگه از محورهای گفتگو در این نشست دو روزه بود. مقامات وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کردند که کشورهای بیشتری از جمله مقامات فلسطینی به این نشست بپیوندند و این نشست باعث توسعه اقتصادی سرزمین‌های فلسطینی هم بشه. اولین نشست نقب فروردین ماه در اسرائیل برگزار شد. یکی از اهداف این هماهنگی کشورهای منطقه مقابله با تهدیدات ایران بود، اما در کنفرانس خبری مقامات وزارت خارجه آمریکا هیچ اشاره‌ای به ایران نشد. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.